خانم منصور بهکیش، همونطور که میدونیم امروز دومین جلسه دفاعیات حمید نوری بود و در مدت زمانی که قاضی به اون داده بود که صحبتش رو بکنه، بارها به خانواده‌های دادخواه و عزیزانی که اعدام شدن بی احترامی و توهین کرد، طوری که رئیس دادگاه هم بهش تذکر داد. سعی کرد با الفاظ بسیار تحقیرآمیز درباره شواهدی که خانواده‌ها به دادگاه ارائه دادن، مانند ساک زنده‌یاد حمزه جلالوند که برادرشون مختار جلالوند آورده بودن، شما به عنوان کسی که تعداد زیادی از اعضای خانواده شما در زندان‌های ایران اعدام شدن و امروز در این جلسه حضور داشتید و هیچ گونه همراهی و همدلی از حمید نوری نمی‌دیدید و اینطور سعی می‌کرد که داغ خانواده‌ها رو بیشتر بکنه، چه حسی داشتید؟ من حالم واقعا خیلی خیلی، یعنی از این صحبت هایی که داشت پریروز و امروز، هر لحظه به هر حال حالم بدتر میشه و به شدت خشمگینم و دهنم کف کرده و اینقدر انگار تمام سلولای بدنم آب وجودم رو کشیدن، اینقدر با وقاحت، اینقدر با بیشرمی سه‌شنبه که کلن کشتار زندانیان سیاسی در زندانها رو انکار کرد و گفت که کشتار 67 رو تأیید می کنم ولی در کرمانشاه، و امروز هم با وقاحت تمام صحبت کرد که اصلا این زندانی ها وجود نداشتن و اصلا آدم میمونه که چجوری یک انسان میتونه اینقدر دروغ بگه، اینقدر دروغ بگه. خودشو میدونه مردم چقدر متنفرن از اینا، نماینده 85 میلیون مردم معرفی میکنه. امثال من همین امروز 4 آذر 33 سال پیش دوتا برادر من محمود و محمد علی بهکیش که سال 62 در شهریور 62 دستگیر شدند و محمود به 10 سال و علی به 8 سال حبس محکوم شده بود و 5 سال حبسشون گذرونده بودند و موقع اعدام ها در بند 20 فرعی زندان گوهردشت بود رو در 5 شهریور کشتند، 5 شهریور 67 و 4 آذر 67 ساک اون دوتا رو در کمیته تهران پارس تهران تحویل دادن و بسیاری از خانواده های دیگه به این شکل و اینجور با وقاحت تمام. و حتی اسم برادرهای میگفت استعلام، همه چیز رو به سخره میگرفت. خب معلوم حکومت برای همین اعلام رسمی نمیکرد، با یک تیکه کاغذ با یک تلفن میگفت بیاین و پد تازه همونجا هم باز تحقیر میکرد، مرد خانواده بیاد، نمیدونم پدر خانواده بیاد، این بیاد، اون بیاد و بعد واقعا با تهدید میکردن حتما داریم مراسم بگیریم، نمیدونم اطلاع رسانی کنیم. ولی خانواده ها ما همون سال که این خبر اعدام ها رو تو آذر ماه شنیدم، من دقیقا خونه خودمون که ما خبردار شدیم به بقیه خبر دادیم، همینجور می آمدن و می رفتن و همون روز باز ما بلند می شدیم خونه دیگران می رفتیم، روزهای بعد به همین شکل. و یک ولوله برپا بود و این خانواده ها هم دیگر رو به هر حال پیدا کرده بودن جلوی زندان ها و بعدم خاوران رفتیم و مسائل دیگر. و این چگونه میتونه اینقدر راحت بابا اینا چیز رسمی ندادن، نمیدونم خب گواهی های فوتی هم که بعضی ها بالاخره مجبور شدن برای یک سری کارهای ادارهشون بگیرن، همه رو نوشتن به مرض یا مرض فوت یا یه همچین چیزی، میدونستن حساب یه همچین روز ها، برای همین سند ندادن. ولی ما سند داریم، نامهاشون هست که از زندان ها اومده و یه سری حکماشون هست، یک سری خب وصیت نامه هم ندادن. ولی خانواده من، برادرم جعفر که همون موقع 62 هم دستگیر شده بود و بعد از یک سال و نزدیک 3 ماه 4 ماه آزاد شد و برای پیگیری کرده برای ناپدید شدگی قهری و همه اینا، یعنی 5 تا خواهر برادر من
در گروه ناپدید شدگان قهری ثبت شدن. اینا همه مدرک سنده و واقعا از همین خانواده ها میخوام تا جایی که میتونن سعی کنن که این چیزها رو به هر حال امکار نمیتونن بکنن، ولی تا جایی که میشه به هر حال ثبت کنن، دنبالش برن، یه سری این کارها رو بکنن. و اینا واقعا من الان با هم پام داره میلرزه که چجور با موندم که چجوری، یعنی این دادگاه البته مشخصه وقتی که راجب زندان داره میگه که اینقدر دوستشون داشتم، اینقدر برخوردهای خوب بود، وقتی اومدم به من اومدن آموزش دادن که حق نداری با زندانی ها برخورد تو امیدآمیز کنی، اونا با نمیدونم به من گفتن اونا با اینکه جنایت کردن به تو به هیچ وجه حق نداری. و دادستان پرسید در عرض این 10 سال هم تا آخر هم همین بوده رفتار، گفت بله خیلی دوستشون داشتم، خیلی خیلی دوستشون داشتم، خیلی برخورد محترمانه داشتم، 209 رو نمیشناختم. آخه دیگه میشه همچین چیزی؟ یعنی یک دروغ‌هایی میگه که دیگه هر کس غریبه ای هم باشه غیر از دادستان و قاضی متوجه میشه که پس این تمام چیزهای دیگریش هم دروغ و فریب و یعنی اون سناریو سازی کرده و داره میگه زندانی ها اصلا تو زندان نبوده، اصلا چنین زندانی نداشتیم. همونجور که به هر حال جمهوری اسلامی هم تا جایی که میتونست انکار میکرد، ولی الان دیگه خود اونها هم انکار نمیکنن، میگن به هر حال همین رئیسی گفته، نمیدونم افراد دیگه گفتن که این اعدام ها شده ولی کار بسیار خوبی کردیم، باید به ما جایزه داده بشه. یعنی من واقعا نمیفهمم که این سناریویی که حمید نوری نشسته چیزی است که با جمهوری اسلامی هماهنگ کرده، یا اصلا واقعا وقتی اونا پذیرفت دم به هر حال این رو، این داستان چی هست نمیدونم. واقعا از اون احساس میکنه حالت انگار روانی پیدا کرده، تعادل نداره برخوردا، حرکات دستش و پاش و همه اینها و مشخصه. و امیدوارم به هر حال این هیئت دادگاه حکمی بدن که یک حکمی که به هر حال لایقش هست. واقعا من و بسیاری از خانواده ها حکم اعدام نمیخوایم، ولی به هر حال امیدوارم حبس ابد بگیره و امیدوارم یک روز تمام این جنایتکارها با جنبش های مردمی بتونن بر این حکومت جنایتکار فاسد دروغگویی که زندگی مردم رو از همه جهات به قهقرا برده بتونن شرایط رو عوض کنن، این رژیم رو عوض کنن و یک شرایط دموکراتیکی آزادی ایجاد بشه و بتونیم ما دادگاه‌های عادلانه و مردمی و علنی در ایران داشته باشیم و همه اینها رو به پای میز محاکمه بکشونیم. تمام جنایت‌هایی که در طی این 43 سال کردن، واقعا همه ما تلاش داریم می‌کنیم و تمام این تلاش‌ها هم برای چنین روزی هست که اینا بالاخره پاسخ این جنایت‌هاشون رو بگن و بتونیم جلوی تکرار جنایت رو بگیریم و یک شرایط زندگی بهتری مردم داشته باشند در آزادی و آرامش و صلح و شادی داشته باشند مردم واقعا. مرسی. شما اشاره کردید خانم بدیش به در موقع جنبش های مردمی و تلاش هایی که تو این سال ها شده. ببخشید من آبم بخورم، دهنم خوش میشه. میخواستم که ازتون بپرسم وجود این دادگاه رو در حال حاضر فارغ از نتیجه‌ای که ممکنه داشته باشه در جنبش دادخواهی ایران چگونه می‌بینی؟ چه دستاوردی داشته تا الان به نظر شما؟ خب ببینید این دادگاه مهمیه واقعا و از این بابت که خب برای اولین بار یکی از شرکای در جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 ما دادگاه‌های قبلی هم داشتیم مثل میکونوس، ولی این در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67
در حالی که جمهوری اسلامی بر سر کار، در حالی که اعضای هیئت مرگ مثل رئیسی، رئیس جمهور کشور و دیگران که شریک بودن در این جنایت ها هستن، حمید نوری داره اینجا محاکمه میشه. ولی چیزی که برای من بسیار مهمه، یعنی محکوم که امیدوارم حتما باید بشه، یعنی من فکرم میکنم میشه، ولی نکته ای که بسیار مهمه این دادگاه مسئله کشف حقیقته. همین پنهانکاری هایی که بعد از 33 سال اینقدر بی‌شرمانه و وقیحانه میتونه همه چی رو انکار کنه، حتی آدم های درون زندان ها رو انکار کنه و این حقیقت کشف بشه، بخشی از حقیقت به هر حال. و حتی خودمون هم در پروسه این دادگاه، همونجوری که قبلا هم گفته بودم، واقعا کمک کنیم که اطلاعاتمون رو بروز کنیم، لیست‌هامون رو بروز کنیم، نقاط ضعفی که داره، اطلاعاتی که دادیم، اونها رو واقعا با اون حقیقت چیزی که به هر حال در حدی که میدونیم و اطلاعات داریم، اینا رو بروز کنیم، از خانواده ها بگیریم، از این بگیریم، از اون بگیریم و اینا رو دقیقش کنیم. سرسری نگیریم مسائل رو، اسم که میدیم کامل بدیم، نمیدونم اطلاعات که میدیم راجب گروه سازمانشون رای هر چی که داریم اطلاعات دقیق بدیم، عکس میفرستیم، عکس خوب بفرستیم، عکس با کیفیت بفرستیم که قشنگ مشخص بشه شناخت اونا رو، بشه به هر حال هر جایی که گذاشته میشه ثبت میشه، به هر حال شفاف باشه. اینا چیزایی که به نظر من خیلی مهمه و این دادگاه هم واقعا من انتظارم از این دادگاه اینه که در این زمینه کشف حقیقت به ما کمک کنه، غیر از محکومیت و محاکمه و محکومیت حمید نوری، در کشف حقیقت نادانسته های ما، نقاط بسیار تار و مبهمی که وجود داره که در درون زندان ها. من میگم این مصاحبه ها رو لحظه به لحظه گوش میدادم، حتی لحظه به لحظه یادداشت میکردم، برای که تمام میخواستم همه چیشو درک کنم که ببینم چی بوده در اون زندان ها، چه خبر بوده، چه اتفاقاتی افتاده، با این عزیزان ما چه کردن. و اینا چیزی که واقعا میخوام که امیدوارم این دادگاه به این مسائل توجه کنه و در این کشف حقیقت به ما کمک بزرگی بکنه و بتونیم. و بعد یک نکته دیگه در مورد حمید نوری که اعتراف کردش هم که در کردستان هم بوده، نقش داشته در کشتارها، نقش داشته و اینا چیزاییه که به هر حال امیدوارم در آینده پرونده های جدیدی حتی براش باز بشه و برای سایر جنایتکارا. خیلی از شما سپاسگزارم خانم منصوره بهکش. خیلی ممنون از شما.